من چند وقت پیش توی شبکه‌های اجتماعی یه تصویری دیدم، اینا خونه عروسو که آماده میکنن دیگه کارایی هم میکنن دیگه، مثلا تو یخچالو دیگه مثلا نمیدونم تزیین میکنن، توالت فرنگی رو برداشتن تزیین کردن تو ژله ریخته بودن، توت فرنگی گذاشته بودن توش. خب بعد عقل معاش هم بسیار مهمه، که عقل معاش رو خواهش میکنم که از تو استاد توضیح بدن. سلام، عقل بحث معادش با شما، معاشش که برسید به ما اب نداره، من در خدمتتون هستم. حلالتون با من، کفن و دفنتون هم با من. من از دار دنیا یه ماشین ساده 45 میلیونی دارم الان با همین قیمتای الان در واقع. یعنی پرال دارید شما دیگه؟ نه دیگه، یه پرشی های دست خب پرشی ها چند پنجا میلیون نیستش شده دیگه، الان پنجا تومن بیشتر نمیخرن. اگه پنجا میخرید ما به شما میفوشیم آجا. اون من اسم ماشین ها رو هم بلد نیستم، من فقط ماشین پیدا رو بلدم، پیکان و پراید و پژو پرادو پرشه استثناءه. حالا خب اصلا یه جاهایی با ماشین ما رفتیم اونجا، یه سری گله دار بودن، دامدار بودن توی کوه، سگاشون تا حالا ماشین ندیده بودن. یعنی این ماشین تا کجا رفت؟ گفتم چقدر خوب. آره منم انقدر میلیون تومان، چند صد میلیون پول دادم، تازه با دلار 4200 جهانگیری عرض میکنم. بعد میخوام بگم فقط 14 تا سکه بود و بعدن خانم بنده همون 14 تا سکه هم بخشید، گفتش که 14 تا حدیث کسا باشه، که تا الان من فکر کنم 140 بار خوندم، یعنی 10 بار میتونستم طلاقش بدم اگه می‌خواستم. با اینکه حال بدید یه دست قشنگ بزنید. خیز و سجاب و تیشه را به ریشه اسف بزن، تیر دعای خیش را درست بر هدف بزن، به نام نامی علی، علی بگو و کف بزن. واه 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 واه